خب آقای قادری، به برنامه ما شما خوش آمدین، مانده نباشین، از جای دور سفر کردین آمدین. اگر شما کدام پیام دارین برای بیننده‌های عزیز بفرمایید. آقای سام، سلام های خداوند بر شما و تمام بینندگان تلویزیون پنجره اروپا که از تلویزیون پیام افغان است عرض میکنم، امیدوار هستم جور و صحت و سر حال باشین و بر گوشه دنیا که ششتین ما را مشاهده میکنین، امیدوار هستم خوش و خرم و خندان باشین. سلامت باشین، زنده باشین. خب آقای قادری، میاییم بالای اصل موضوع که فردا شب شما یک کنسرت بسیار فوق‌العاده‌ای در شهر هامبورگ داریم، در حوضی مکس هامبورگ انشاءالله، که اکثر شایقین شما یا اکثر کسایی که به شما علاقه‌مند هستن انتظار کنسرت شما را بسیار سابق داشتن که شما به شهر هامبورگ بیارین. بیاین به خیر و کنسرت بدین. در این کنسرت شما کدام آهنگا را در نظر گرفتین؟ آیا آهنگ‌های سابقه است و یا کدام از آلبوم جدید هم کدام چیز انتخاب کردین؟ آقای اسلام، ما طبعا که آهنگای سابقه ما وطندارای میخواین بشنوم، چون ما تقریبا در شهر هامبورگ مدت 5 سال است، تقریبا 5 سال است که ما کنسرت نداریم. بله. و او هم دلیل داره که انشاءالله باز برتون خواد گفتم، و بیشتر گفتیم که شنونده و فنای ما منتظر هستند که ما برشون بخونم. از اینا که ما زیاد منتظر هستیم که برشون بخونم، و ما هم با بسیار تحفه‌های خوب آمدیم، بسیار آهنگای جدید، آهنگای گذشته ما است. و بسیار گفتنیایی دارم که از افغانستان که خدا بردیم، ما سفر به افغانستان داشتم. ان شاء الله که یک برنامه بسیار خوب و منظم و فن سر دست دارم، امروی همکارایم بخیر، دوستایی که ان شاء الله تشریف بیارن، ان شاء الله ساعتشان وقتشان خوش میگذره. خب آقای قادری، یک موضوع دیگر رو میخواستم پرسان کنم که میگن در کنسرت فردا شب که شما دارین یک طرح جدید رو گرفتین که فرض میکنم اگر بیننده های عزیز تلفن میکنن تقریبا دقت کار جایزه میگیرن، چطور است؟ درست است؟ یعنی جایزه درست است؟ چون جایزه تحفه ها هر چیز است، خب. انشاءالله که یعنی جایزه های دیگه هم هست حتما. حتما است، بله بله، در لابلای برنامه بعضی خودم بعضی جایزه های خوب دارم برشان، انشاءالله که اتریک پروگرام در پلیزی که موسیقی است، منطور بعضی اگان پروگرام های دیگه هم تهیه کردیم بر سرگرمی وطن داره، بر سرگرمی وطن داره، و حتما جایزه های کلان هم حتما است. موقع کلان زیاد هم نیست، کدام موتر باشه لیبر خیلی باشه، ما حتما برای ما اینجا میتونیم. خب به هر صورت من خودم شخصا در کنسرت های آلمانم همیشه خاطرهای خوش بودم، چون او رقم آدینس و فنایی که در کنسرت هم من تمام همش فامیل هستن. من هیچ وقت در کنسرت های من در اینجا کدام خشومت نبودن، کدام گدولی نشده، فضل خدا همیشه آمدن مردم انجای کردن. خب وقتی که خود فضای کنسرت هم خوش باشه، کسی وقت نداره کسی دیگر اذیت کنه. و ما هم کوشش دمیست که یعنی قدر فضای کنسرت خوب و آرام باشه که مردم لذت ببرن. و ایرم نام خدا بر کلگی معلوم است که افغانای ما در همه جای بسیار خوب بودن، مخصوصا در هامبورگ و میخواد جرمنی، همیشه کنسرت های ما اینقدر محبت و گرمی و صمیمیت و لطف زیاد بوده که یعنی خودم شخصا کدام چیز ندیدیم که در کدام کنسرت کدام سوء تفاهم رخ داده رخ داره. مگر میرم من متعقن هستم که افغانای ما هیچ کس نمیخواد کم تر کار رخ بده، چون کلگی فامیلا من میخواین خوش بگذران شب سال نو از رقم گفته شکیب جان و دف انترتینمنت هم همی برنامه‌ای که در هامبورگ سربراه کردن، نام خدا یک نام شناخته شده هستن، کنسرت های بسیار موفق سربراه کردن. انشاءالله ما اینه مطمئن هستم که یک شب بسیار خوب و خوش آرام باشه. یک موضوع دیگر میخوام یادآور شم که به تاریخ 3 اپریل در دوسلدورف کنسرت ماست و به تاریخ 9 به شهر فرانکفورت. خوب بسیار خوب، بله، که همی تور امتر دوام آمدیم و بین و آریانا جان بشنم و نام خدا بسیار مقبول میخوانن. ما خودم راستی چندین بار که شنیدیم از آوازخوانیشان لذت میبرم، فوق العاده استعداد خوب دارن دوستا، که سبا شب این خودشان شاید کارش خواب بدن. نمیشه که آریانا جان لایف مستقیم هم یک خان بخوانن برما؟ یعنی با دیلیا که جون جون که یعنی با دیلیا که جون جون که یا باشه خیر است برای نمونه مورو به سوا فردا شهر برای تمام ما گفتم چون از آنه نجان بشنون. خب به هر صورت یکی از آهنگای شما رو میبینیم، چرا؟
خب شما انتخاب اشعار مثلا چی قسم اشعارش استفاده میکنید؟ ما زیاتر که اشعار تا فعلا استفاده کردیم زیاترین از اشعار صوفی غلام نبی اشعری دانه یک علاقه مخصوص یک عشق مخصوص به اشعار صوفی غلام نبی اشعری دارم که بسیار در قالب کمپوزای ما بسیار خوب میخوره. بله ما در هر سیدیم دو دانه سه دانه باز به البوم مهمان یا تقریبا شش دانه شعرشون استفاده کردیم و همچنان عزیز جان گمان بعضی آهنگای ما که آهنگ دیشب مهمان یارو دلبرم رفت اینا را شعرهایش بر ما تیار کردن از اونا استفاده کردیم و بعضی اشعار دیگه هم از دوستات در لابلا چیز کردن استفاده کردیم. بسیار خوب. خب یکی از بیننده را میاد سال نو است. بله سال نو بله میخواین که افغان ها بیاین در کنسر بله یکی دیدو بازیدم کنن وقتی که تفریح میشن میرن در بیرو با هم یکدیگر میبینن چندین سال چندین وقت میگه به سال نو گفتین ما یک آهنگ بسیار مقبول بر سال نو تهیه کردیم که این از تمام گوشه های افغانستان یا کابل مخصوصا یادآوری کرده. این یک آهنگ است که ما بار اول در کابل وقتی که اجرا کردم انقدر استقبال شد که یعنی خودم چی میگم مویای بدن آدم کستوار میشه مو رقم یک چیز شده بود. این آهنگ سبا سرپرایز برای وطنداران دارم که انشالله بخیر در کنسرت بشن اجرا زمان نمیکنیم. اگر میخواین کوتاه کمک زمزمه کنید کوتاه زمزمه کنید که امید بشنه کم با اجازه اگر اشتو باید میشه شما ببخشید خواهش میکنم مبارک بهر ما نوروز بادا شب آوارگی ها روز بادا شب آوارگی ها روز بادا خداوند دعای میکنم من صفا و سادگی پیروز بادا یادت بخیر باشه خواجه صفای کابل از شیوکی گرفته تا چار قلای کابل از تیمنی گذشتیم تا شهر نو رسیدیم یک عمر میله کردیم در گوشه های کابل یک عمر قصه گفتیم در کوچه های کابل. چه خوبه شما بخیم رو کابل بردین اما در یک سفر سنو کابل بدون تکت بدون همه چیز. خب دوگاه میکنیم که از کنسر بیرو برهیم. بله بعد علاوه آوازخانی هنر آوازخانی که نام خدا بسیار آواز خوب دارین بعد علاوه دیش ما چی مصرفیت دارین در پولیش؟ آقای سامی میخواد موسیقی قدر داشت مشغول هستم که یعنی کدام کار دیگه که بالخصوص در پولی موسیقی باشه ندارم. با تفریح ذهنی خود تبند سپورت زیادتر علاقه دارم به یکان به حساب دوش بسکتبال و کارهای استودیو است یک ریکوردینگ استودیو به امریکا دارم به او بسیار مشغول هستم و یکان اینمی مسابقه های بوکس همیام کلان مصرفیت هست همی که استودیو خود همی استودیو یعنی آوازخانی و نرش یک دیگه جداست و همی خود استودیو یک مصرفیت کلان هست باور کنی استودیو رو وقتی که شما اوپن میکنیم مثل عزیز که یک طفل خورد مثلا در دنیا به تولد میشه هر لحظه از رو شما باید سیل کنین همی استودیو هم نمتر از باید هر لحظه استودیو خود آدم باشه کارها رو پیش ببره اگر ساوند انجینیر آدم از هر کس کس باید آدم تمام کارها را سرش دقیق باشه و استودیو رو وقتی که ما آباد کردم فکر میکردم شاید یک ذره راحت‌تر شم مگرم کارم دو چند زیاد شد مگر می بر خودم خوب است هر روز من از استودیو می کار نو یاد میگیرم. من همی آلبوم شما رو دیدم همی آلبوم به کشم هستک واقعا برای بسیار خوشم آمد که شما وقتی که برای یک شوتینگ رفته بودین در نارت کالیفرنیا یا طرف شمال کالیفرنیا رفتین و بسیار یک صمیمیت نشون میدید بین دوستا بسیار هم یک مذاق ها بود خوب بود برای به خاطر خوشم آمد که یک وقت ما هم برنامه ای که داشتیم در آمبورگ به نام دوکش ما دوستا از ساعت 7 به شام تا صبح میشینیم برنامه رو ثبت میکنیم به خوشی و یک مذاق خنده همین شما که کالیفرنیا رفتین و می آلبوم خود که ثبت کردین بسیار یک آلبوم جالب بود برام. بله زنده باشین آقای سوم دوستای اتراک... خوب دارین شما. بله ما اعتراض کمی اول پیش از اینکه ما برای نوازنده و همکارایم سر استیج ظاهر شیم برای کار اول صمیمیت خود ما مهم است. وقتی که خارج از استیج ما رفیق و دوست و محبت ما زیاد باشه طبعا سر استیج که میرین فضای کار دو چند زیادتر می باشه هوا زیادتر جمع می باشه چون محبت دوستی به قلبای همه ماست. وقتی که یک تیم خارج از کار با هم رفیق می باشن دوست می باشن یک وقتی که باز در کار شامل میشن اینا از قلب از درون قلب یک جای با هم کار میکنن و ما در هر رشته که بوده چی در قسمت ثبتای ویدیو این بوده چی در قسمت کارهای لایف پرفورمنس بوده ما میشم روی نوازنده بسیار بسیار
صمیمی است و بسیار محبت داریم. متون یک ما تنها اونا هم مرا دوزن خدا کنه دوز داشته باشن. علی جان شفیع جان مرا دوست داری؟ امی جاستان علی جان شفیع بلا ما بگه دردشت میگه دیم اما ایشان میگن بله نی واقعا باید نصیب جان نازنین همچنان ما میخوایم از یک اسپانسر کلانم اتصالات است از اونا هم تشکری کنم که اونا هم در آینده بعض کارهای هنری مرا بخیر پیشکش خواد کردن و در داخل افغانستان و خارج از افغانستان. و خود شما بیجان قوی یک انسان بسیار خوشخلق هستین معلوم میشه. یعنی من اولین بار هستم برای شما صحبت میکنم، متاسفانه پیش دیگه نتونستیم صحبت کنم. من فکر میکنم سالها ما شما با هم شدیم صحبت کردیم، همین خوشخلقی خود شما بزرگی از شما است، محبت از خود شما. زنده باشین، خداوند شما رو زنده، شما رو زنده داشته باشه. جمله دوستا ساعت استودیو هم نشان میده که فقط 3 دقیقه دیگه باقی مانده. ما از کوتا بسیار آقای سا میخوایم اگر بعضی دوستا میخوان 6 قطعه تکه دیگه که مانده 2 قطعه تکه اگر میخواین ببرن، بله، میتونن به شماره تلفنی که بروی پوستر ماست در هامبورگ دوج به تماس شن، یا میتونن به شماره تلفن که از تورنتو از منیجر ما سیب جان در 416-274-7777 به تماس شن که 6 قطعه تکه دیگه مانده، میتونن که هم اونمورا از منیجر ما سیب جان در 416-274-7777 به تماس شن که 6 قطعه تکه دیگه مانده، میتونن که هم اونمورا بگیرن و دوستان نگوین که 6 قطعه تکه دیگه چی شد بر ما خود دادن آواده کردن. خوب شما رقم می تیمی که کنسرت جور کردیم همه ما با مو گپ خود استار هستیم و با امید دیدار وطندارای ما که سبو شو یک برنامه فوق العاده خوب و خوش و فامیلی بر تمام عزیزای ما گرفتیم. با امید دیدار شما وطندارا، ما وریانا جان و باقی دوستا رو بین از نزدیک ببینیم که ما شما رو ببینیم، راز دل کنیم، بخونیم، قصه کنیم، خنده کنیم، وقت خوش بگذاریم. تشکر. خب آریانا جان شما هم همچنان با بخیر در کنسرت هم میتونم ببینم. ما جان آمده ایم که شما رو ببینیم، اقتصاد ما تیر شوه، از شما تیر شوه و لطفا کنسرت های ما رو در شهر دوسلدورف و فرانکفورت هم فراموش نکنین و انشالله سی یو ده. شب ما در همینجا به پایان رسید. بازم اگر کدام پیام کوتاهی اگر شما دارین فرمایید. پیام کوتاه بازم بگیم به خاطر تفریح در عین برنامه غذای بسیار خوب بر وطندارای ما سر دست گرفته شده. بله. غذا هم در تکت است یا والله دیگه در تکت نیست بر فعلا. واسه که دکان کنسرت دیگه برام به تکت میارین. دیگه مگر ترتیبات بسیار خوب، لایتینگ فوق العاده، سکیوریتی فوق العاده، ساوند سیستم فوق العاده و اینم برتون بگم که دف انترتینمنت کارش دوستا در گذشته دیدن، همه چیز با سوی آتش بازی دیگه، بسیار چیزای جالب، بسیار یک فضای خوش می باشه، نه تنها موسیقی است مگرم بسیار چیزای دیگه داری هست. خب یک سوال کوتاهی دیگه دارم که آیا 5 یورو پمپ دعوت است یا نه دیگه کنسرت؟ شما که نباشین کنسرت نمیشه دیگه. شما خود نفر دعوت اصلی ما شما هستید. شما افتخار مجلس هستید. زنده باشین، زنده باشین، سلامت باشین. خب بیننده‌های عزیز، شما را تا روز دوشنبه ساعت 10 شب وقت آلمان به خدای کریم رحیم می‌سپارم. خدا حافظ شما. بیست.